برای ایران یک شنبه ها ساعت 3 بعد از ظهر به وقت تهران. ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر دار باش. عرض ادب و احترام دارم به همینان عزیز و ارجمندم. آقای امیر شورتی برنامه رو هدایت میکنند. شب گذشته حادثه‌ای در نجف رخ داد که نشانه ریزش متش مشروعیت جمهوری اسلامی نزد شیعیان عراق نجف، یکی از تختگاه‌های عمده تشیع در جهان. این صحنه رو نگاه کنید، آتش زدن کنسولگری جمهوری اسلامی که بنای بسیار عظیم است توسط شیعیان نجف. یعنی اوج نفرت و انزجار. این ساختمان نمای اقتدار حکومت اسلامی در کشور عراق بود. همیهنانم باز این صحنه رو گاردین فرستادی، این صحنه رو نگاه کنید. پرسش این است که جمهوری اسلامی با تشیع چه کرد؟ حالا با خودش به کنار، همه ما میدونیم چه گذشت، ولی با تشیع چه کرد؟ و به هر حال نفوذ ایران همیشه و همواره به عنوان تنها کشور شیعی جهان در میان شیعیان عراق و همینطور لبنان و سایر شیعیان در کشورهای منطقه. این خودش نشانه، نگاه کنید بنا رو نگاه کنید، یک نماد، این نماد اقتدار حکومت جمهوری اسلامی بوده در تختگاه تشیع یعنی نجف. شمار زیادی از عوامل حکومت جمهوری اسلامی که امروز در مصادر مهم رو دارند همه از نجف برخواستن، بچه نجف هستند، عراقی نجفی هستند، مثل لاریجانی ها، مثل شاهرودی، عراقی شاهرودی، پیش از این که رئیس قوه قضاییه بود، یکیش الان رئیس دستگاه قانون گذاری است، یکی دستگاه قضایی مملکت رو اداره میکرد، یکی هم رئیس حقوق بشر قوه قضایی است و بقیه که در ارکان متعدد در خدمت ریزش، ویرانی و تخریب تشیع در کل منطقه خاورمیانه بودن. یعنی سرمایه گذاری ها در این جهت هزینه شد. آقای دایی عزیز امروز همینان با ما هستن، روز مهمه،
امروز در عین حال روز شاکگذاری است و خیابان خیلی خر تقریبا در فیلیبه که من میام فقط تعدادی اندک ماشین دیدم تعدادی و امیدوارم که ایرانی ها در هر جا که هستند سلامت باشند و آرزوی توفیق دارم برای نسل جوان ایران. مجله فردوسی رو ببین به یه جلد فردوسی است ایستادگی و معارضه مساویست با سقوط رژیم جمهوری اسلامی. نکته ای که آقای روحانی روز گذشته گفته اسباب استهزا شده. روزنامه ایران رو نگاه کنید، گفت من هم مثل بقیه مردم از رادیو ظاهران ایشون شنیدن که قیمت بنزین گران شد. این رئیس جمهور، یعنی رئیس دستگاه اجرایی مملکت، چیز قشنگی انتخاب کرده. آرزو واقعا چیز دوم رو هم نشون بدید، روزنامه دیگری رو با هم نگاه کنید. این هم که آقای ظریف بین کارش به کجا رسیده، از آقای جانکری و آقای خانم مگرینی کار رسیده به دیدار با تروریست. بعد تروریست های منحوس من، یعنی بدترین نوع ترور، بدترین نوع ملا برادر در تهران. چه قشنگی انتخاب کرده این نشریه. اونم آقای ظریف تحصیل کرده ایالات متحده آمریکا، تازه رئیس طالبان نیومده به ایران، معاونش آمد. آقای دایی عزیز درود بر شما. در ضمن خانم سارا ایرانی عزیز هم امروز با ما هستن. سارا رفته به سراغ رسانه های ایالات متحده آمریکا و نگاه اونها به اون چیزی که در میهن ما میگذره، از جمله نیویورک تایمز، فدرالیست و همینطور نشریه ایندیپندنت و نشریه هیل. هیل رو هم قانونگذارها خیلی بهش علاقمندن، یعنی از این طریق با بیشتر با مسائل ایران آشنا شدن. آقای دایی درود بر شما. سلام در خدمتتون و درود بیکران به هموطنان عزیز در داخل ایران. امیدوارم حال شما خوب باشه آقای دایی، خسته نباشید. ممنون آقای دایی. بریم سر مهمترین اتفاقی که ظرف ساعت اخیر بود، یعنی آتش زدن کنسولگری جمهوری اسلامی. به نظرم خیلی اتفاق مهمی است، یعنی حادثه تاریخی است. بفرمایید. عرض کنم واقعش اینه که در این چند هفته اخیر، به خصوص این دو هفته ای که قیام سراسری مردم بود، اتفاقات با سرعت خیلی زیادی هم در داخل کشور هم در منطقه به وقوع پیوستن. در هر موردش میشه ساعتها بحث کرد، همه این تحولات هم به هم ربط داره، ولی من فکر میکنم مهمترینش همین قیام مردم ایران. اگه اینو در نظر بگیریم، یعنی ببینیم دقیقه چه اتفاقی افتاد، یک خیلی هایی رو به یک زلزله سیاسی اجتماعی در داخل ایران تشبیه میکنن. خیلی از دوستانی که من میشناسم با خیلی از صحبت کردم، ببیشه در داخل ایران، از واژه‌ای که استفاده میکنن برگشت ناپذیره. شما خودتون از نقطه عطف استفاده کردید هفته پیش، برگشت ناپذیره. یعنی اتفاقی که در ایران افتاده بسیار بسیار مهمه، در 40 سال اخیر به اعتقاد من بی سابقه است، بچه تشابهات زیادی با دو سال پیش داره، حتی با جنبش 88 هست، با جنبش دانشجویی هست، ولی مقیاسش، نوع شرکت کنندگانش و شرایط کنونی رژیم این تحول رو بی سابقه میکنه، یک نقطه عطفه. خب طبیعتا بارها بحث کردیم که اگه اینو خوب ببینیم از زوایای مختلف میتونیم مسئله بررسی کنیم. یکیش منطقه است، یعنی به هر صورت جمهوری اسلامی یکی از دلایلی که به این ورشکستگی اقتصادی دوچار شده یکی اینه که در منطقه کلی داره هزینه میکنه از جیب مردم ایران، دوم به خاطر این توسعه طلبی منطقه‌ای تحریم میشه و تحریم ها هم اقتصاد مافیایی و ورشکستش رو بدتر میکنه، و سوم این که این توسعه طلبی منطقه‌ایش براش مفید و لازمه برای حفظ حکومت در داخل، وگرنه این کارا رو نمیکنه، که نه عاشق مردم عراق و نه واقعا اعتقادی داره به این که مثلا باید فلسطین رو نجات بدیم، نه، برای حفظ حکومت در داخل مهمه. بنابراین وقتی که در عراق یا سوریه یا لبنان و در منطقه تضعیف بشه، اگه سیاست های منطقه ایش فرو بریزه،
تأثیر مستقیم میگذاره بر موقعیت حکومت در داخل ایران. خب اینو بارها و بارها بحث کردیم و گفتیم این جنبشی هم که داخل ایران هست، همین هفته پیش صحبت کردیم که این جنبش تأثیر مستقیم خواهد گذاشت تو منطقه. و ببینید یه مقدار به اصطلاح قیام مردم عراق یک کمی آرامتر شده بود، ولی در قلب جایی که جمهوری اسلامی مدعی است یا تلاش کرده بیشتری نفوذ داشته باشه. من اون گزارش که تایید کردم در مورد عراق، می‌خواستم قسمت دومش رو به طور متوسط بودم که با هم ببینیم، ولی ببینید چقدر تحولات سریع میگذره. اصلا بحث ما این بود، قسمت دومش این بود که مهمترین هدف جمهوری اسلامی این بود که در اماکن مذهبی و در شهرهای مذهبی عراق بیشترین نفوذ داشته باشه، در حوزه نجف بیشترین نفوذ داشته باشه. میلیاردها دلار از سال 2003 تا کنون، یعنی در 16 سال گذشته، در سامره و کاظمین و نجف و کربلا خرج کرده، صدها هتل خریده است، کلی بیزینس ها رو خریده، نمیدونم راهپیمای اربعین راه میندازه، چند میلیارد تا کنون برای بازسازی حرم امام حسین و ذریع حضرت علی و راه اندازی یک اصلا یک حرم جدید در کنار حرم حضرت علی درست کردن به نام حرم حضرت زهرا، که به گفته خودشون یه چیز حدود 1.5 میلیارد دلار خرج این کردن، کل بیمارستان درست کردن. حالا ببینید در همه این، یعنی در قلب جایی که مهمترین گروه های میلیشیاشون هم در همین جاها شعبه دارن، از اصائب نگاه کنید، بعد نگاه کنید و کتائب، در قلب اینجا قادر نیستن، قادر نیستن. جمهوری اسلامی با همه تلاش کرده جلوی حمله مردم به کنسولگریشو بگیره. این نشانه چیه؟ اگه نشانه شکنندگی و ضعف نیست، به اعتقاد من تو تمام منطقه هیچ جا به اندازه عراق برای جمهوری اسلامی مهم نیست، و اتفاقا هیچ جا هم به اندازه عراق موقعیت جمهوری اسلامی شکننده نیست، به خاطر اینکه عراق کردها رو داره، سنی ها رو داره، آمریکا هنوز حضور نظامی داره نزدیک به 10,000 نفر، مهمتر از همه شیعیان عراق درست نزدیک 60% جمعیت هست، ولی بخش مهمشون با جمهوری اسلامی مسئله دارن، حوزه نجف اصلا طرفدار ولایت فقیه مخالفن. بنابراین بسیار مسئله عراق مهمه، ولی باز هم برمیگردیم به اون کانون اصلی به اصطلاح تحولات و داخل ایران و اتفاقی که افتاده. به اعتقاد من هر چه من نگاه میکنم تو این دو هفته، مرتب اخبار تلویزیون جمهوری اسلامی رو نگاه میکنم، گزارشات که داخل ایرانه، سخنان که خامنه‌ای گفته، صحبتایی که خاتمی کرده، حرفایی که آقای کروبی زده، همه اینا رو کنار هم بذاریم، یک زلزله است، تحولات برگشت ناپذیره. دیدم عباس عبدی نوشته بود که تو تسنیم یه مصاحبه کرده بود، تسنیم پخش کرده بود، چاپ کرده بود، خدا رو شکر کرده بود که خامنه‌ای اومد دخالت کرد، همون مستقیم کنترل رو به دست گرفت، وگرنه به گفته عبدی به اصطلاح خودش هیچ چیزی باقی نمیمون. الان مسئولین حکومتی دارن شوک گذاری میکنن که سقوط نکردن. خیلی مهمه، در دو هفته گذشته 5 بار خامنه ای سخنرانی کرده، 5 بار موضع گیری کرده، همین آخریش دیداری بود که با بسیجیان کرد دیروز، دستور داد. از هر زاویه میتونیم آقای میبودی نگاه کنیم، من سخن دادم پایان بدم، از هر زاویه میتونیم نگاه کنیم، از بن‌بست و ورشکستگی ترمیم ناپذیر اقتصادی میتونیم بحث کنیم، حرفایی که خامنه ای زده که تحریما برداشته نخواهد شد به این زودی ها، حتی ترامپ اگه بره، خطر جنبش برای بدین، تمام حرفایی که خامنه ای میزنه به کمیته ها گفته که نمیدونم دیگه به سپاه و بسیجیان دیگه نباید غافل گیر بشید برای آینده، حرفایی که تو تلویزیون میزنه که باید دست ببرید و چش در بیارید و مصلحشون کنید اینها رو که دیگه تکرار نشه، نشون میده که جنبش تداوم خواهد داشت، خودشون دارن وحشت میگیرن. دستگاه سرکوب، از این زاویه نگاه کنیم، چقدر این دستگاه سرکوب همه دارن به هم هشدار میدن. خامنه ای دیروز گفت که ما دیگه نباید غافل گیر بشیم، یعنی شما تصور کنید بعد 40 سال عریض و طویل ترین دستگاه سرکوبی که اینا را انداختن خودشون دارن اعتراف میکنن شکست خورده. از این زاویه نگاه کنیم، از زاویه منطقه نگاه کنیم، از زاویه تأثیری که در جهان میذاره وقتی جمهوری اسلامی میبینن که دنیا
اینقدر تضاد بین مردم با حکومت قویه و رژیم شکننده است، خب طبیعتاً تاثیر میذاره رو سیاست‌های دنیا در رابطه با جمهوری اسلامی، به طور مضاعف ضعیفش خواهد کرد. بنابراین از هر زاویه نگاه کنیم، یک نقطه عطف، یک زلزله، برگشت ناپذیری تحولات با گذشته فرق داره. از هر زاویه هم میشه به اعتقاد من نگاه کرد. حالا نمیدونم از کدومش میتونیم شروع کنیم و در هر موردی من میخواستم گزارش تهیه بکنم، گفتم اجازه بدیم یه هفته دو هفته دیگه بگذره، خواهیم دید چه داریم میبینیم چه زلزله‌ای بوده، وارد چه دوران جدیدی شدیم. این رو به اعتقاد من سوای شعار که بخوام به هم امیدی بدید، حرفای خودت حکومت رو گوش کنیم، حرفای تحلیلگرانش رو گوش کنیم، وارد دوران جدیدی شدیم، تحولات به اعتقاد من برگشت ناپذیره. این رو من عمیقا اعتقاد دارم. تشکر آجای. این شکافی هم که بعد از گران کردن بنزین افتاده بین خود اصحاب حکومت جالبه. خب به هر حال همه ما میدونیم که شخصیت شماره یکی که از این طرح دفاع کرد پشتش ایستاد شخص آقای خامنه ای، اما اینقدر قضیه مضحک و کمدیه، واقعا کمدی الهی که میگن، در ایران داره الان داره میگذره. حمله شماری از مسئولان جمهوری اسلامی است به عامل گران شدن بنزین. یکی شخص فرمانده پیشین سپاه پاسداران میگه باید مسئولان گران کردن بنزین محاکمه بشن. همه ما می‌دونیم که اولین شخصیتی که پشت این طرح وایساد خود آقای خامنه ای بود، یا بقیه مسئولان، آقای قالیباف، حرفاشو بخونید، همه در جهت مذمت کسانی که این طرح رو به اجرا گذاشتن. آیدا این بفرمایید. عرض کنم که اختلافات داخلی ایران بازتابی از موقعیت خود حکومته. یه حکومتی اگه وضعش خوب باشه، با ثبات باشه، مشکل جدی و چالش جدی نداشته باشه، که جناهاش اولا اینقدر به جان هم نمیپرن در ملای عام نمیپرن که. اولا اگه یه حکومت درستایی بود که اختلاف داری، خب یه دولت بره یه دولت بیاد. در داخل همین سیستم مافیایی همه آدم ها دیگه تو این 40 سال که آدم جدیدی که نیومدن، همین جناهان به جان هم میفتن. توی یک سال گذشته اینا اینو مدیریت کردن، مدیریت بحران، یعنی اینا سعی کردن در مقابله با بحران‌های عظیمی که روبروان صحبت از وضعیت بد اقتصادی نکنن در رسانه‌ها، این مسئولین حکومتی هم به جان هم نپرن. اما اتفاقی که افتاد سر بنزین، این صحبتی بود که من خودم نگاه می‌کردم به گزارشات قبلی که با هم دیده بودیم. دو سال پیش روحانی درست بعد از قیام مردم در دیماه 96 اومد این بحث رو کرد که آقا ما اقتصادمون ورشکسته است، احتیاج به یک عمل جراحی داره. این صحبتش هم این بود که این گزارش بود که حالا در گزارشات که هفته بعد به خدمتون تقدیم میکنم خواهیم دید، یکی از مقولات، یکی از 5-6 مقوله مهم، یکیش هم بنبست اقتصادیه. بنبست به این معنا که راه حل ندارن. ببینید یه وقتی شما با بحران اقتصادی روبرو هستید، تفاوتش با بنبست اینه که بحران اقتصادی میتونید با یک راهکارهایی این رو به طرف بهبود ببرید. بنبست یعنی که شما هیچ راه حلی ندارید. بنبست اقتصادی که وقتی بعد میگیم که روحانی اومد بعد از جنبش 96، قیام 96، من گفتم آقا ما باید یک جراحی بکنیم، اگه نکنیم این بیمار از دست میره، یعنی اقتصاد حالا از دستم رفته. چرا گفت؟ منظورش هم سه تا چیز بود: یکی حذف یارانه ها، یکی افزایش قیمت بنزین، یکی هم افزایش مالیات ها. چرا اینو گفت؟ خب میدونه که خب با این وضعیت فقر و فلاکتی که در کشور هست چرا باید این کارا رو بکنن؟ مثل آتش بنزینی که رو آتش قیام میریزن چرا بکنن؟ برای که چاره ای ندارن، چاره ای ندارن. چرا چاره ای ندارن؟ اینو بارها با هم بحث کردیم. به خاطر اینکه اگر این اقتصاد رو بپذیریم که ورشکسته است، دیگه همه دارن میگن، خود خامنه ای در دیداری که با کارآفرینان داشت تقریبا 4 روز پیش یا 3 روز پیش میگه که برای نجات اقتصاد، خودش داره میگه، میگه برای نجات اقتصاد به رفع تحریما امید نبندیم. خب وقتی میگه خودش نجات اقتصاد، یعنی اقتصاد رو به مرگه که باید نجاتش بدیم دیگه. خب اگه بپذیریم که اقتصاد ورشکسته است، رو به مرگه، درست؟ چه راه حلی وجود داره؟ اصلا بحثای تکنیکی رو بذاریم کنار،
چه راه حلی وجود داره برای اینکه اقتصاد رو درستش بکنن؟ این سیستم مافیایی، حالا کاری اصلا به مسائل بنیادین اقتصاد بذاریم کنار، یه راه حلش اینه که حرفی که روحانی اینا زدن 2013 وقتی روحانی اومد، یعنی الان 6 ساله، حرفی که قبلا رفسنجانی در دوره اول ریاست جمهوری و دوم ریاست جمهوری زد، یعنی 30 چند سال پیش، درست؟ هموارم بوده توی حکومت که آقا ما باید با دنیا کنار بیایم، دعوا با اسرائیل هم مثلا کاهش بدیم، کنار بگذاریم، یه جوری سیاست خارجی رو طوری بکنیم که آمریکا با آمریکا دوست بشیم، رابطه برقرار کنیم که تحریم دیگه نداشته باشیم، درست؟ این رو خامنه‌ای و سپاه اجازه نمیدن. این که توهم نیستش که. چرا اجازه نمیدن؟ تجربه 40 سال به خاطری که باید دخالت‌های منطقه‌ای رو تعطیل کنن، برنامه هسته‌ای و موشکی رو تعدیل کنن، عوض کنن به طور کلی سیاستاشون رو میتونن بکنن. خود خامنه‌ای در سخنرانی‌هایی کرده گفته اگه این کارو بکنیم بازم تحریم‌ها رو بر نمی‌دارن، به ما میگن حقوق بشر هم بعد اصلاح کنی و و و و، یعنی کنگره دست از سر ما بر نمی‌داره و این راه رو نمیتونن برن. بنابراین این راه حلی که روحانی میگه که ما باید با دنیا خوب بشیم تا تحریم‌ها برداشته بشه، امکان پذیر نیست. نیم بندش هم سال 2016 بعد از برجام دیدیم بخش مهمی از تحریما برداشته یا لغو شدن. چی شد؟ روحانی میگفت سالی 50 میلیارد ما باید در ایران سرمایه گذاری داشته باشیم. این سخن روحانی که حالا خواهیم دید هفته بعد، میگه که ما با امکانات داخلی امکان نجات این اقتصاد رو نداریم، باید امکانات خارجی بیاد. خب بعد از برجام اومدن؟ نیومدن، درست؟ حرفی هم که خامنه‌ای پری روز زده که آقا تحریما برداشته نخواهد شد یه واقعیته. خب بنابراین امید به خارج که نمیشه داشت، درسته؟ امید به خارج برای نجات این اقتصاد نمیشه داشت. چیکار باید بکنن در داخل؟ یک اقتصاد مافیایی که یک شبه و یک ساله و دو ساله، شما که 40 سال بردید و خوردید و نفت رو فروختید و خرج اقتصاد کردید، اقتصادی نداره تو این کشور، این اقتصاد مافیایی، پس چیکار میخواد بکنید؟ همون جراحی که روحانی گفته، یعنی سفره مردم خالی تر کنید، یارانه رو حذف کنید، بنزین رو گرون کنید، مالیات هم بیشتر کنید. راه دیگری ندارن. مگه با هم ندیدیم دو هفته پیش روحانی میگه آقا پول نداریم، 70% منابع تامین بودجهمون به نفته، پول نداریم. این جراحی رو همه با هم تصمیم گرفتن، حالا دارن میزنن زیرش، سپاه داره میزنه زیرش، مجلس داره میزنه زیرش، خود روحانی اومده میگم خبر نداشتم. چرا اینو میگن؟ برای اینکه این تضادها ناشی اینه که تصمیمی که با هم گرفتن، خودشون هم درک درستی از میزان خشم و نفرت مردم و این وضعیت انفجاری نداشتن. حالا که به اینجا رسیده میندازن گردن همدیگه که کل نظام رو مسئول بدارن. این حرفی که خاتمی پیام فرستاده همدردی کرده یا حرفی که آقای کروبی دادن، بیانیه که گفتن خاتمی اومده بسیار درگذشت این کشته شدگان رو تسلیت گفته و انتقاد کرده از حکومت در کشتن مردم، خیلیه. ولی چرا اینا رو میگن؟ برای اینکه الان بعد از این زلزله یا نقطه عطف میبینن خشم و نفرت مردم رو، برای حفظ نظام جناها تلاش میکنن گناه رو به گردن هم دیگه بندازن که اصل نظام رو مسئول نگر بدارن. بنابراین تمام این حرفا که گردن هم میدازن، این تضادهای داخلی، من نبودم تو بودی، نمیدونم چرا اینجوری شد، چرا غافلگیر شدیم، نشانی از این دوران جدیده، نشانی از این زلزله‌ای که اتفاق افتاده. حالا خاتمی هرچی میخواد اظهار تسلیت بکنه، نمیدونم آقای کروبی هم مطالبی که گفتم کمیته حقیقت‌یاب مثل عراق، کمیته حقیقت‌یاب تشکیل بشه. آخه مگه در داخل این سیستم این چیزا معنی داره؟ آخه در مملکتی که تو تلویزیونش کانال یکش میاد طرف میشینه میگه بعد دست اینا رو برید، دست راست و پای چپ بذارنشو توی کشتی، انتظار کنندگان رو بذارن توی کشتی قرازه بفرستید وسط دریا تا زجر بکشن و بمیرن. توی این نظام
شما دنبال کمیته حقیقتی. خب این حرفا که دروغه، ولی نشون میده چیزی. من صحبت هایی که با ایران کردم به من میگن شما درک درستی ندارید، این میزان کشته ها و مجروحین و این نوع سرکوب چه وضعیتی در جامعه ایجاد کرده، چه نفرتی از نظام ایجاد کرده. واقعش اینه که من فکر میکنم آقای مهبودی عزیز بحث های مختلفی میشه کرد. این رو بپذیریم اتفاقی که افتاده، شرایط جدیدی که در مملکت هست، ما یه دوران جدیدی هستیم. نفرت مردم از نظام، شکنندگی نظام و برگشت ناپذیری قیام. خود من گزارش دو سال پیشی که وقتی نگاه میکردم مال دیما و بهمن ماه 96 رو، نظر کارشناسان رو به خصوص مال داخل که جمع زدم، در پایانش نظر اونها رو جمع بندی کردم که این قیام با توجه به بنبست اقتصادی و شکستگی ترمیم ناپذیر به زودی در ابعاد وسیع تر و به صورت رادیکال تر سر بیرون خواهد زد. حرف دیگران بود. حالا نگاه کنیم داریم میبینیم، واقعیت رو بپذیریم. اینا شعر و شعار نیست، واقعیته. قدرت نمایی خامنه ای، تظاهرات بسیج در همه شهرها رو، اینا رو باید کنار زد. وضعیت حکومت در داخل کشور بسیار شکننده است. در منطقه هم در عراق داریم میبینیم که چه خبره. در لبنان هم طبیعتا حملات حزب الله و عمل به تظاهر کنندگان نشون میده که چقدر احساس خطر میکنن. تشکر آقای عزیز. آقای خانم موگرینی برای اولین بار به جمهوری اسلامی اعتراض میکنه. وزیر خارجه اتحادیه اروپا اغلب سکوت اختیار میکرد وقتی حوادث از ایران در این حوادث از این دست در ایران میگذشت. شاید به خاطر حفظ مناسباتش بود با دستگاه دیپلماسی ایران. خود این نشون میده که جمهوری اسلامی دیگه بیش از این نمیتونه شدت عمل به خرج بده، چون داره همه دنیا رو از دست میده. اینا دیگه آخرین پایگاه‌هاشن، آخرین پایگاه‌هایی که داشته، آخرین امیدها یا آخرین روزنه ها. این روزنه ها داره یکی بعد از دیگری بسته میشه. عکس العمل مقامات فرانسوی رو نگاه کنید بعد از دیدار با آقای پومپئو در مورد تحریم جمهوری اسلامی و اظهارات آقای پومپئو که ما تازه میخوایم تحریم ها رو بیشتر هم بکنیم. این که وضعیت داخلشون، وضعیت مالیشون، این که فرو افتادن چیرک خیمه اقتدار مذهبی جمهوری اسلامی و مشروعیتش در عراق، اونم در شهر نجف که خیلی اتفاق مهم. آدایی عرض کنم که بفرمایید در مورد عراق نکته رو اضافه بکنم. بفرمایید. که حدود یک ماه پیش که وقتی صحبت از این بود که سلیمانی به عراق رفت و بلافاصله مقتدا صدر برگشت به عراق، تلاش سلیمانی و حکومت جمهوری اسلامی این بود که نخست وزیر استعفا نده. حرفشون هم این بود که اگر عقب نشینی بکنن در مقابل تظاهر کنندگان، تظاهر کنندگان جریتر میشن، به اصطلاح تشویق خواهند شد، بیشتر جلو میان. کاری که در داخل کردن دیگه، یعنی سرکوب بدون هیچ گونه عقب نشینی، کاری که خامنه ای همون فردای شروع قیام کنونی کرد. بلافاصله اومد پشت مسئله بنزین قرار گرفت، سعی کرد شکاف ها رو ببنده و دستور سرکوب داد. تو عراق هم این بود که به هیچ وجه صحبت از برکناری به اصطلاح نخست وزیر نکنید. درسته امروز مقتدی سر رسما بیانیه داده، گفته به هیچ وجه ما دیگه حمایت نمی‌کنیم، بعد نخست وزیر بره کنار. صحبت اینه که آیت الله سیستانی هم دنبال اینه. یعنی شکاف بسیار جدی در عراق ایجاد شده. خیلی برای جمهوری اسلامی عراق خطرناکه، خیلی خطرناکه. ولی بخشیش هم بازتاب تحولات داخله. یعنی وقتی دیدن مردم عراق و جهان میبینن که جمهوری اسلامی چقدر مردم ایران ضدش هستن، چقدر ضعیفه و چقدر شکننده است و چطور کشتار کرده، خب بالاخره اروپا، بالاخره دستگاه مماشات رو چی سواره؟ یه سری توهمات، ولی بالاخره یه دستگاه تبلیغی و ظاهریش رو چی سواره؟ بالاخره رو لبخند ظریف و روحانی سوار بود دیگه، که آقا اینا اومدن دارن اوضاع رو بهتر میکنن. اون موقع که خاتمی اومد صحبت از گفتگوی تمدن ها بود. خب این دستگاه تبلیغی وقتی که میبینن که خود روحانی میاد از سرکوب تمام عیار حمایت میکنه، دنیا داره میبینه دیگه، در عصر شبکه های مجازی
که فقط چهار تا روزنامه نیستن که اخبار رو کنترل بکنن، که دنیا و افکار عمومی و دولت ها میبینن شکنندگی حکومت، میبینن بیقدرتی روحانی رو و ظریف. ظریف کوش، لبخندهای ظریف کجا رفت؟ جرأت داره الان بیاد تو اروپا؟ جرأت داره؟ حالا آمریکا که چی تحت تحریمه، جرأت داره؟ خب بالاخره دستگاه مماشات رو این سواره که آقا ما بریم با یه جنایی بسازیم که بهتره. کدوم جنا؟ اصلا قدرتی ندارن. کسی غیر از سپاه و خامنه ای قدرت داره؟ الان مجلس چیکار است؟ همه میدونم. حالا با من یعنی خنده‌دارتر و مضحک‌تر اینه که امروز صحبت‌های سخنگوی شورای نگهبان دوست داشتم گوش میکردم، صحبت از ثبت نام برای انتخابات مجلس داشت میکرد. خب این خنده دار نیست؟ خنده ما خنده اون میگیره. یعنی چی خنده اون میگیره؟ یعنی در فضای کنونی اصلا دیگه صحبت از این حرفا نیست، یه دوره عوض شده. خنده دار. خب این تاثیر میذاره رو سیاست های اروپا دیگه. خب دولت های اروپا دارن میبینن رو چی اعتماد بکنن، به کی اعتماد بکنن، به کدوم روحانی، به کدوم ظریف. قدرتی ندارن. میبینن همه کار خامنه‌ایه، میبینن سپاه همه کار است، میبینن مردم چقدر تضاد دارن با این نظام و چقدر نظام شکننده است. خب بنابراین مثلا قرار بود اروپا بیاد در مقابل آمریکا بیسته، از جمهوری اسلامی حمایت بکنه. خب این که نشد. اون حرفای نیم بندی هم که اروپا میزد دیگه ارزشی نداره. بنابراین تأثیر مستقیم تحولاتی که داخل کشور بوده یا این زلزله، بخشیش هم در روابط خارجیه، تضعیف جمهوری اسلامیه، تضعیف سیاست مماشاته. این یکی از نتایج تحولات داخل ایرانه. اینجور نیست که مثلا دولت‌های اروپایی نشستن فکر کردن که مماشات خوبه یا بده. نه، این وقتی می‌بینن به چشم می‌بینن، خب تمام زمینه‌های مماشات تضعیف میشه و بین میره و برای جمهوری اسلامی ضربه بسیار بزرگیه. تشکر آقای حسن دایی عزیز، تحلیلگر و پژوهشگر سیاسی مقیم کنتیکت. روز سردی هم هست در لس آنجلس، هم بارانی هم سردی. در کنتیکت برف آمده آقای؟ قرار بیاد نخیر، ولی قرار بیاد دیگه، همین ایام میاد دیگه. ولی خب اینجا واقعش اینه که نگاه میکنه آدم همین روز شکرگزاری، امکاناتی که هست، بعد نگاه میکنه میبینیم تو کشور ما که 80 میلیون هموطن هستن رو دریای نفت و گاز خوابیده، بعد از 40 سال الان آمار ارقامی که خودشون دارن میدن بعد از این قیام، خود اقتصاددانشون که اکثریت جامعه فقیر، فلاکت زده، حاشیه نشین، بدون آینده، آدم نگاه میکنه میگه ای کاش کشور ما واقعا از دست این قاتلان که بیان تو تلویزیون اینجور بگن باید دست اینها رو بری سوزون تیکه تیکه کرد اینها رو. جدید هم نیست که بگیم یه آقای اومد در تلویزیون گفته. گیلانی، من یادمه گیلانی قاضی شهر اینا در تلویزیون جمهوری اسلامی اومد گفت دهه 60، گفت اینا رو در خیابون تمام کش کنید، به زندان نیارید. در مهر ماه، من یادمه در مهر ماه تو خیابون ویلای تهران جلوی پنم و اینجاها بود، دفاتر پنم، جلوی اونجا عده‌ای از مخالفین رو گرفتن تو خیابون کنار دیوار اعدام کردن برای ترساندن مردم. این حکومته. بعد ما روز خوب رو نگاه میکنیم ببینیم روز شوک‌گذاریه با همه مسائل سیاسی که تو آمریکا هست. بالاخره یه دموکراسیه، کشور همه خودشون میدونن، میرن در انتخابات شرکت میکنن، هر اختلافی دارن. ما ببینید به چه روزی افتادیم. ای کاش واقعش اینه که این حکومت برکنار بشه و ما یه روز شوک‌گذاری داشته باشیم. امیدوارم حتما، چون برگشت ناپذیر همه حادثه که همطور که فرمودن کاملا دیگه به خور اول نمیشه برگشت، آدم بدونه. خب از بازار آگهی عبور میکنیم، همراه آقای دایی برمیگردیم و در خدمت شما همیران خواهیم بود. و سارا خانم هم که با ماست، گزارش سارا را حتما گوش کنید، باستاب حوادث ایران در نشریات ایالات متحده آمریکا. سرشناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی،
در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. پنیر مشهور پیکنیک را هم اکنون می توانید نه تنها در هوتی ها بلکه جداگانه بدون بسته‌بندی از تمام مغازه های ایرانی خریداری کنید. با همون طعم بی نظیر، خوشخوراک و تهیه شده از شیر خالص و بدون هورمون، پنیر خوشمزه پیکنیک تکمیل کننده ی سفره ایرانی شماست. اگر بقیه رو امتحان کردید، اکنون بهترین را نوش جان کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. هموطنان عزیز، ما با امکانات وسیعی که داریم می توانیم مبلمان استیل و مدرن شما را که در سالهای گذشته از ما یا هر جای دیگر خریداری کرده اید با تعویض روی مبلمان و تغییر رنگهای جدید با زیباترین پارچه های طرح اروپا مورد پسند و دلخواه شما بهتر از روز اول به شما تحویل دهیم. ضمناً جمشید نبوی با سالها تجربه در واردات مبلمان ایتالیایی، جدیدترین و مجللترین مبلمان استیل و مدرن و سرویس خوابهای ساخت ایتالیا را با قیمتهای باور نکردنی برای شما گلچین نموده. رضایت خاطر شما باعث خوشنودی ماست. تلفن 310-274-74-74 310-274-74-74. دارندگان فرشای نه دکتر پاتریشیا بهزاد و سایر متخصصین از الیت دنتال اند ایمپلانت سنتر واقع در تارزانا در خدمت شما می باشند. کلیه خدمات دندان پزشکی، اعم از ایمپلانت، روت کانال، ارتودانسی ثابت و متحرک، لامینیت، جراحی لثه و دندانهای عقل، ساخت پروتزهای متحرک و سفید کردن دندان با کادری مجرب ارائه می شود. تلفن تماس 818-855-2909. وبسایت eliteimplantdentist.com. آدرس 5620 ویلبر اونیو، واقع در تارزانا. هنر ما خلق لبخند درخشان شماست. هیدری لا، مدافع شما. کیس های کاتاستروفیک پرسونال اینجری، منجر به صدمات مغزی، جراحی و شکستگی اعضای بدن، فقط با هیدری لا گروپ. 818-818-0707. با بهره گیری از مشهورترین و زبردست ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا، دفاتر در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. هیدری لا گروپ، a litigation firm. hideri-lawgroup.com. زیبای در زنجیر 28 دسامبر 2019 شب فرهاد بشارتی از سازی که قانون زندگی است، قانون عشق. شب ضیافت رهایی زیبای در زنجیر بر صحنه شهر فرشتگان، دالبی تیاتر. شب شکفتن زیبای در زنجیر به یاری ترانه های از جنس شبنم و سپیده. فرهاد بشارتی، شب رهایی زیبای دستنجی. بلیط ها را از تیکت ماستر و مراکز معتبر ایرانی بخواهید. خب، همیان را ارجمندم با آقای دایی عزیز هستیم، همینطور تا لحظات دیگر با سارا خانم ایرانی. سارا خانم رفته سراغ رسانه های ایالات متحده آمریکا، از شیعه هیل، از شیعه نیویورک تایمز، ایندیپندنت و همینطور والستریت جورنال که میدونم. والستریت جورنال اینطور که سارا جان میگفت چیزی حدود 4 گزارش پیاپی داشته راجع به اتفاق خیلی مهم در میهن ما، یعنی خیزش نسل جوان. سارا خانم درود بر شما. درود بر
بینندگان و شنوندگان محترم برنامه یاران، درود خدمت جناب دایی و سپاس از مهندس شهرتی. ممنون زارا جان، ما سراپا گوشی. آقای مبادی کوتاه، همطور که فرمودین کوتاه شده یه چند مطلب از میان آخرین مطالبی که در ساعات گذشته درباره ایران منتشر شده در حوصله این برنامه انتخاب امروزه. نیویورک تایمز در آخرین مطلب دیروزش در مورد وقایع اخیر ایران به واکنش خشونت آمیز رژیم نسبت به معترضین پرداخته. می نویسد مقامات رسمی رژیم شدیداً علیه معترضین که به واسطه افزایش بهای بنزین به خیابان‌ها آمده بودند موضع گرفتند و با القابی چون اشرار، اراذل اوباش و منتسب کردن آنها به امریکا، اسرائیل، عربستان، سرکوب و خشونت به کار گرفته علیه معترضین را توجیه می کنند. می نویسد با توجه به اعلام ناگهانی افزایش بهای نفت در نیمه شب 15 نوامبر، اعتراضات مردم به طور مسالمت آمیز آغاز و این اعتراضات به سرعت در کشور 80 میلیونی که از بیکاری و تورم درمانده و رنج میبره تمام شهرهای کلان ایران رو دربر گرفت. معتقد اکثریت ایرانیان جمهوری اسلامی رو مقصر ناکامی های اقتصادی سیاسی 14 گذشته میدونن. می‌نویسد با وجود قطع اینترنت در سراسر کشور، حجم بسیاری از کلیپ‌ها و تصاویری که حاکی از درگیری‌های گسترده خیابانی، تیراندازی مستقیم به معترضین و تخریب و سوزاندن ساختمان‌ها که احتمالاً از سوی نیروهای امنیتی صورت می‌گرفته به خارج از کشور فرستاده شده. دولت هنوز آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان، مجروحین و دستگیر شدگان را گزارش نکرده، اما می نویسد آنچه در دست است گواه این واقعیت است که این اعتراضات یکی از خونبارترین رویدادهای اخیر ایران بوده. به باور چند گزارشگر و روزنامه‌نگار داخل کشور می نویسد نیروهای امنیتی با استفاده از سلاح‌های گرم حداقل بیش از 218 معترض را کشته، 1900 تن را مجروح و بیش از 7000 معترض را دستگیر کردند. و از همان آغاز اعتراضات به روزنامه نگاران در داخل کشور هشدار دادند که از انتشار هر گونه نارامی ها و اعتراضات و پوشش خبری برحذر باشند. نیویورک تایمز می نویسه مقامات جمهوری اسلامی به این میزان خشونت در درون کشور اکتفا نکرده، روزنامه نگاران ایرانی در خارج از کشور را هم به واسطه بازتاب آنچه در میهنشان میگذرد محکوم و قوه قضاییه برای خبرنگاران ایرانی شبکه تلویزیون ایران اینترنشنال محدودیت های قانونی و قضایی اعلام کردند. جیسون رضاییان در مطلب انتقادی از دولت ترامپ در مورد مسائل ایران و وقایع اخیر در واشنگتن پست می نویسه نباید ادامه اعتراضات در ایران موجب تعجب باشه، چون علل این اعتراضات ساختاری، عمیق و ماندگاره و به همین لحاظ اگر این بار هم رژیم موقتا موفق بشه بار دیگر این اعتراضات برخواهد کشید. معتقد امریکا باید از ایرانیان خواهان حکومتی پاسخگو و برآمده از مردم حمایت کنه، ولی این حمایت باید به گونه‌ای باشه که به تلاش‌های اونها لطمه نزنه. میگوید اینکه نشان بدهیم که خواهان حمایت از مردم هستیم گرچه پسندیده است، اما نباید به واکنش بی‌رحمانه‌تر رژیم علیه معترضین منجر بشه. معتقد بنابر داده‌های برشمرده و آرمان‌های ایرانیان راه حل این معضل بسی فراتر از اختلافات سیاسی جمهوری خواهان و دموکرات ها در امریکاست، بلکه در گروه یک همسویی و توان جمعی است. اما تا کنون پیام و پیگیری های دولت ترامپ علیه رژیم تهران و حمایتش مردم ایران می نویسد بدور از همگامی و توان مشترک ایالات متحده بوده. میگوید بزرگترین واکنش سیاسی کاخ سفید برای قطع سراسری اینترنت تحریم وزیر اطلاعات و فناوری ارتباطات بوده، گرچه عملی است مناسب،
اما منتهی به آزادی روزنامه‌نگاران و هزاران معترض دستگیر شده نمی شود. اقداماتی در این سطح و معیار نمایانگر می نویسد محدودیت های نفوذ امریکا در زمان رخداد این شورش ها در کشوری که هیچ رابطه رسمی با اون نداره. در چنین موارد خاصی می نویسد مناسب ترین راه برای واشنگتن و نظارت بر اعمال خشونت آمیز و نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی استفاده از جوامع مستقل سازمان های حقوق بشره و پیشنهاد و توصیه میکنه ما باید تشویق و توانمند کردن جامعه مدنی ایران رو در دستور کار خود قرار بدهیم و امریکا باید برخی از اقدامات تنبیهی علیه رژیم رو که منجر به محدودتر شدن تلاش‌های مدنی مردم شده رو کاهش بدهیم. و اما دهیل نشریه که در پایتخت و امریکا منتشر میشه می نویسد سخنان مایک پامپو که معترضان ایرانی سرکوب خشونت بار رژیم رو ثبت می کنند و با قطع اینترنت برای ممانعت از درز واقعیت ها و سرکوب اعتراضات به خارج از ایران، از ایرانیان پامپو می خواهد پیام های خودشون رو به ایالات متحده بفرستند. می گوید تا کنون نزدیک به 20,000 پیام، عکس، ویدیو از آزارهای رژیم و نقض فاحش حقوق بشر پامپو دریافت کرده که امیدواره برای اقدامات آتی همچنان ادامه داشته باشه. این سخنان پامپو موجب انتشار مطالبی در مورد اعتراضات در ایران در رسانه‌ها رو فراهم کرده، از جمله در همین نشریه دهیل آمده به دنبال وقایع اخیر در ایران و تلاش رژیم با قطع اینترنت برای جلوگیری از انتشار حقایق و آنچه در پشت درهای آهنین در سرکوب مردم ایران انجام میشه، وزیر خارجه امریکا از ایرانیان خواست پیام‌هاشون رو با امریکا به اشتراک بگذارن. این درخواست منجر به دریافت بیش از 20,000 ویدیو کلیپ، تصویر و پیام حاوی برخوردهای شدید نیروهای امنیتی با معترضین شده که انتظار میره هزاران پیام دیگه هم در روزهای آتی دریافت بشه. می نویسد این درخواست وزیر خارجه امریکا در جهت جمع‌آوری اسناد حاوی نقض فاحش حقوق بشر و عاملین اون از جمله قطع اینترنت و رسانه‌های ارتباطی به قصد سرکوب و خاموش کردن معترضین در غیبت هر گونه خبررسانی و در جهت اقدامات آتی امریکا در این ارتباط صورت گرفته. و اما از نشریات محافظه‌کاران فدرالیست در مورد قیام آبان می نویسد دولت ترامپ این فرصت را دارد تا آنچه را که اوباما نتوانست انجام بدهد. می نویسد پس از یک هفته‌ای که تاریکی گسترده در اثر قطع اینترنت بر ایران حاکم بود، شاهد تصاویری هستیم که شدت عمق و تنش بین مردم و رژیم اقتدارگرای مذهبی حاکم را به نمایش گذارده. می نویسد گرچه به ظاهر رسانه ها اعتراضات گسترده مردم را ناشی از پریشانی اقتصادی ناشی از تحریم های تحمیل شده توسط دولت ترامپ توصیف می کنند و بیشتر به دنبال حفظ برجام هستند و عمق نگرانی ایرانیان از عدم کارایی اقتصادی سیاسی رژیم طی 4 دهه را حداقل و کمرنگ می کنند، اعتراضات گسترده و سراسری اخیر نشانگر عدم محبوبیت روزافزون و به چالش گرفتن مشروعیت رژیمه. می نویسد اگرچه با تحریم‌های حداکثری ترامپ شرایط زندگی مردم در یک سال گذشته سخت‌تر شده، ولی مردم در تظاهرات میدانی رهبران رژیم رو به واسطه شرایط موجود محکوم و نشانه گرفتند و نه واشنگتن رو. معتقد توسعه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی رژیم از یک سو و توسعه هلال شیعی تا دریای مدیترانه و حفظ بشار اسد منجر به برداشت و هدر دادن صدها میلیارد
از صندوق مالی ملت ایران شده و امریکا نمیتواند در کنار کسانی که آرمانهایشان با ارزش‌ها و استراتژی امریکا در خاورمیانه همسو و هماهنگ قرار نگیره و در این بزنگا از فرصت به دست آمده چشم پوشی کنه. توصیه میکنه استراتژی امریکا باید حمایت از آزادی خواهان باشه و نه تاکتیک های نظامی. دولت ترامپ می نویسد برخلاف اوباما این ظرفیت و توانمندی رو داره تا با آزادی خواهان حتی اگر خارج از عرف و قاعده رسمی باشه وارد گفتگو و توافق بشه و می گوید امیدوار باشیم که با گروهی مناسب این ارتباط برقرار بشود. خیلی تشکر میکنم آقا جان، خسته نباشی. سپاسگزارم گزارش های سارا رو گوش کردید هم بیانانم. آقای سپاس سارا جان، آقای دایی عزیز، آقای خیلی ممنون از سارا خانم، فوق العاده بود مجموعه گزارشات. یکی دو نکته رو اگه اجازه بدید فرصت دهید دو سه دقیقه بفرمایید. اولا داشتم یه ویدیو نگاه میکردم الان یعنی تشییع جنازه کشته شدگان عراقی در کربلا، هزاران نفر داشتن تشییع جنازه میکردن از تدارکنندگانی که دیروز توسط پلیس کشته شدن. واقعش اینه که تفاوت اساسی که بین عراق با کشور ما هست اینه، این نیست که مثلا بگیم در عراق نفرت از جمهوری اسلامی بیشتره، در این تردیدی نیست که اکثریت مردم ایران از جمهوری اسلامی نفرت داره، اینه که دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی در عراق نمیتونه راحت سرکوب بکنه و آدم بکشه، دستش بسته است. یعنی نکته کلیدی در داخل کشور ما همین دستگاه سرکوبه و بعد اگه ضعف‌هاشو ببینیم میفهمیم چقدر رژیم وضع شکننده است. این حرفی که عباس عبدی زده در مصاحبه‌ای که تسنیم چاپ کرده که چه خوب شد رهبری دخالت کرد وگرنه هیچی باقی نمیمون، یعنی دستگاه سرکوب. من یادمه که سال 2000 فکر کنم 2000 بود، بله، یعنی 19 سال پیش در برلین یک کنفرانسی بود که معروف شد به کنفرانس برلین. اون موقع این اصلاح طلبان حکومتی یعنی اصلاح طلبان قلابی خیلی برو داشتن دیگه، خاتمی تازه اومده بود و بعدش انتخابات مجلس شد، انتخابات مجلس رو اینا انتخابات شهرداری ها رو بردن، انتخابات مجلس مثلا انتخابات قلابی دیگه، خیلی برو داشتن به خصوص در اروپا. اینا اومدن برلین، دعوتشون کرده بود اون مؤسسه هانریش بول و اینا دعوتشون کرده بودن، بعد یه سری سخنرانی برای اینا گذاشتن، همین به اصطلاح چند نفر از این اصلاح طلبان حکومتی که اومده بودن سخنرانی براشون گذاشتن. بیشتر هم این گروه های مثل اکثریت و توده‌ای ها و یه سری از اینا بودن که بعد اتحاد جمهوری خواهان رو درست کردن، نه که طرف یعنی کباده کش اینا بودن، میبردنشون این طرف اون طرف و با گروه های چپ اروپایی اینا رو آشنا میکردن، چپ های اروپایی که شده بودن حزب سبز ها و نمیدونم اینا. توی چند تا این جلسات هموطنان، خب هموطنان اکثر ایران خارج دیگه مثل اون اکثریت یا توده یا اینا که نیستن که تملق اینا رو بگن، اعتراضات کردن و برخورد، نه برخورد فیزیکی، برخورد لفظی اینا شد. این رو من یادمه که تو سالن هتل، یعنی بعد از این جلسات اون گوشه آقای اکبر گنجی بود، این جلایی پور بود، علوی تبار، اینها نشسته بودن. جلایی پور که تازه مثلا از این اصلاح طلبانه خیلی مدرن هم هست، داشت به گنجی میگفتش که شماها که گاه گاهی انتقاد میکنید از سپاه، حواستون باشه اگه سپاه در داخل ایران نباشه، این برخوردی که تو این جلسه با ما کردن یعنی انتقادات در داخل ایران همه ما رو له خواهن کرد و سپاهی که ما رو نگه داشته. واقعش اینه که همه جناح‌های حکومتی، حالا چه عبدی باشه چه جلایی پور باشه چه بقیه باشه، میدونن اون چیزی که داخل نظام رو تا کنون از سقوط نجات داده که هر یکی دو سال یه بار هم میان همشون شکر میکنن و افتخار میکنن، خیلی هم به اصطلاح فهم کنن نشان قدرته که ما سقوط نکردیم، همین سپاه و بسیجه. ولی بعد اگر ببینیم که همین سپاه و بسیجی که چقدر اینا روش به اصطلاح سرمایه گذاری کردن، بعد خامنه ای میاد میگه که حرفایی که خامنه ای زده رو حالا هفته بعد سعی میکنیم این گزارش حتما با هم ببینیم، بهش میگیم مثل دوران دهه 60 برید کمیته های انقلاب درست کنید. یعنی شما تصور بکنید اینا بعد از مرگ خامنه ای اومدن کمیته ها رو
با پلیس و اینها رو یکی کردن، نیروی انتظامی درست کردن، اومدن قرارگاه سارالله درست کردن، کلی کارا کردن که از محله ها بیان بیرون این دستگاه مدرن رو بزنن. حالا فهمیدن که چقدر آسیب پذیرن و بعد خواهیم دید چقدر این مسئله برای این حکومت خطرناکه. اولا شما مثل اون دهه 60 نمیتونید اینقدر نیرو ندارید در همه محلات باشید، دوم آسیب پذیرتر میشید. اصلا اینکه از دلایلی که اینا اومدن قرارگاه سپاه رو درست کردن، بسیج رو بردن تو قرارگاه سپاه، الان مثلا در تهران دو تا سپاهه، سپاه تهران بزرگ و سپاه سید الشهدا، اینا رو بردن در یه جایی به اصطلاح تحت یه چارچوبی به نام قرارگاه سارالله. درسته یگانهای مختلف بسیج گشتن، یگان امام علی چی 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 فلان همه اینا هم، ولی از این پراکندگی خواستن کم بکنن که آسیب پذیر نباشن. خب اینا رو بیارید تو محلات، اگه جرأت دارید بیاید مثل دهه 60 تو هر محله یک کمیته درست کنید. خب دفعه بعد که به دیدی که مردم براشون خیلی راحت تره که بریزن اینا رو آتیش بزنن و شما رو بگیرن که بگیر مسلح بشن که. بنابراین حرف من اینه که در پایان خیلی این حکومت شکننده است، خودشون هم میدونن، تمام سرمایه‌شون هم که رو دستگاه سرکوبه، هیچ پوشال پیش نیست، یعنی قدرت داره، نباید دست کمش بگیریم. ولی در مقابل جنبش مردم بارها با هم بحث کردیم آقای میرزایی که چقدر شکنندن، این همیشه عقب خواهد موند. تشکر میکنم، میریم برمیگردیم با آقای دایی عزیز هستی، امروز چند دقیقه وقت داریم و اجازه بدید که گفتگومون رو پی بگیریم آقای حسن دایی. داری چی نگاه میکنی؟ مگه چی الویس تلگرام داره؟ چطوری باید عضو بشم؟ آی 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 خوب جی الویزی شدی ها. شما هم با عضویت در کانال تلگرام جی الویزی ها جی الویزی شوید. در دفاتر من مصریانی لا گروپ شما یک شماره در هزاران نیستید. من رادنی مصریانی هستم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی. برای پرونده‌های تصادفات شامل اتومبیل، اوبر، لیفت، موتورسیکلت و یا عابر پیاده به ما رجوع کنید و با تجربه خیلی بهتر و نتیجه بالاتر اجازه بدیم به پرونده‌های شما عزیزان رسیدگی کنیم. با دفاتر ما مصریانی لا گروپ تماس بگیرید و حق کامل قانونی خود را دریافت کنید. با سلام، من مجید جانبین، مؤسس شرکت فرادایز نرسری، خوشحالم که به عنوان نخستین شرکت تولید کننده درختان میوه و گلهای ایرانی سالهاست که با افتخار در خدمت شما هستم. پارادایز لندسکپینگ با مسئولیت مهندس آرشیتکت اشکان جانبین همراه با کادری مجرب در ارائه کلیه خدمات محبت سازی به مانند طرح‌های ایرانی، اروپایی، گل‌ها و گیاهان کم آب و دریافت کلیه مجوزهای لازم، نظارت و اجرای مستقیم در تمامی مراحل طرح‌ها در خدمت شماست. مشاوره در رفع مشکلات باغچه و اجرای باغ‌های میوه از کارهای دیگر پارادایز لندسکپینگ میباشد. آدرس 10943 دیستو در شهر چاتسورد، تلفن 818-701-5656 و در روی اینترنت www.paradiselandscaping.com. افتخار ما اعتماد و رضایت شماست. دفاتر حقوقی آناهیتا شجره و اسوشیتس، تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، رانندگی در حال مستی. در دفاتر حقوقی آناهیتا شجره و اسوشیتس 1-800-322-94-25. روزن گاردن، گلارای جشنهای نامزدی و عروسی و سایر مراسم، ارسال گل به تمام نقاط جهان در اسرع وقت. روزن گاردن، تلفن سفارشات 310-446-3292 310-777-8367. خانم ها، آقایان، این یک آگهی نیست، فقط برای آگاهی شماست.
نمایش کمدی موزیکال فیس تایم با هنرنمایی هوتل و مایکل برای اولین بار به ولین میاد. یک شنبه 8 دسامبر در سالن برمنگهم های اسکول، نمایش استثنایی و پرطرفدار فیس تایم به روی صحنه می رود. محل های فروش بلیط در منطقه ولی، کیو مارکت و مستر جوس، گالری عشق در وست‌وود و از طریق سایت persiantix.com. 23 نوامبر دالاس، 7 دسامبر شیکاگو، 8 دسامبر در برمنگهم های اسکول، 15 دسامبر آریزونا. تلفن اطلاعات 310-779-2533، 310-779-2533. خب، امیان با آقای دایی عزیز هستیم. آقای دایی، ما جست و گریخته شاهدیم، انعکاسم پیدا میکنه در رسانه ها، انتقادهایی که داره میشه نسبت به طرح افزایش قیمت بنزین. خب، هر نوع انتقادی به هر حال شخص رهبر جمهوری اسلامی رو نشانه میگیره، چون او بیشتر از همه در این زمینه مصر بود و ایستاد و از اون از این طرح حمایت کرد. حالا یا قالیباف بوده یا فرمانده پیشین سپاه بوده یا خیلی هم تعدادشون خیلی زیاده، علی مطهری، خودی نشون میده که شکاف خیلی عمیقه. در ذهن ما گزارش هایی داشتیم، مثلا از شیراز داشتیم، از تهران داشتیم، شکافی که یعنی سپاهی افتاده بود بر سر همین مقابله با جوان های معترض، یا در شیراز که چند ارتشی رو کشتن از جمله یک فرمانده. میخوام ببینم خود شما چیا دریافت کردید از شکاف هایی که این جنبش اعتراضی در میان دستگاه های انتظامی و سیاسی مملکت ایجاد کرده. بفرمایید. خب، اولا که تمام جناح ها دروغ میگن، اون که خنده داره که یه همچین تصمیم مهمی، چون من نگاه میکردم هم گزارش دو سال پیشو، اون موقع دو سال پیش که روحانی میگفت باید جراحی کنیم و مخالفت میشد، صحبت این بود که بنزین رو بکنن 1500 تومان. الان کنن 3000 تومان. خب این تصمیم به این مهمی که همه میدونستن چه تأثیراتی خواهد داشت، خب اینو مثلا روحانی تنها گرفته، تازه خود روحانی میگه که من بیخبر بودم. این دیگه خنده‌دارتره. بعد فرمانده سپاه گریبان روحانی رو گرفته، مجلس گریبان همدیگه رو میگیرن، گریبان دولت رو میگیره، اون گریبان اونو میگیره. این حرفا دروغه، یعنی همشون هم میدونن دروغه. مثلا در سر جریان برجام یادتونه که این مثلا به اصطلاح اصولگراها 1000 تا فیلم و گزارش درست کردن، از تلویزیون پخش کردن که مسئول امضای برجام ظریف و روحانی هست. خود ظریف اومد در مجلس گفت، ما حداقل در 18 جلسه در حضور رهبری حتی جزئیات رهبری دخالت میکرد. جزئیات، ما که میخواستیم اون متن نهایی برجام رو تایید کنیم، در جزئیات هم ایشون دخالت میکرد. اصلا مگه میشه؟ اصلا مذاکره سر برجام در عمان شروع شد، در صورت خامنه ای هنوز روحانی و ظریف نیامده بودن. بنابراین اینا که همین هم دروغه، که اینا هیچ چاره ای به غیر در شرایطی که تحریما هست، در شرایطی که اقتصادشون ورشکسته است، پولم ندارن، همونطور که روحانی گفت، هیچ چاره ای از این ندارن که جیب مردم ایران رو خالی تر کنن با افزایش قیمت بنزین، با حذف یارانه ها. تازه یارانه دیگه ارزشی نداره که، چه پولی هم چند دلار میشه، ارزشی نداره که با این تورم و افزایش مالیات. هیچ راه دیگری نداره، چون اون راه های دیگه که بحث کردیم قابل اجرا نیست. این حکومت یعنی دوستی با جامعه بین المللی و رفع تحریم ها قابل اجرا نیست. یک اقتصاد سالم قابل، مثلا تو اون گزارش که با هم دیدیم که حالا سعی میکنم هفته های بعد که در مورد اقتصاد اینو بازم یه تیکر ببینیم، حرفی که خامنه‌ای میزنه اقتصاد مقاومتی، تو اون گزارش من با هم دیدیم ماله فکر کنم 15 تا پیام سال جدید نوروزی خامنه‌ای رو گوشتم کنار هم. هر سال میومد میگفت امسال اقتصاد مقاومتی، امسال سال رونق تولیده، امسال سال. خودش اومد دو سال پیش در دیداری که داشت گفتش آقا این همه ما راجع به اقتصاد مقاومتی صحبت کردیم، هیچی نشده، قابل اجرا نیست.
خب اینا که خب میدونن خودشون دروغ میگن. این نشانه اینه که این زلزله‌ای که اتفاق افتاده، این کشتاری که مردم کردن که برگشت ناپذیرم هست، با انداختن به گردن این و آن اولا سعی میکنن کل رژیم رو مسئول نگردن، ثانیه یه جاپایی برای خودشون داشته باشن. این که از هم دیگه گاز میگیرن تو سربالایی به خاطر همینه، به خاطر وضعیت جدیده. وگرنه اینا یک سال تلاش، یادتون هست چند دی پیش اینها چقدر تلاش کردن که آقا اختلافات کنار بذاریم، هیچی نگیم. خب بیا ببینید الان به چه وضعی کشه. هر روز ما رو نگاه میکنی دارن به امریه حمله میکنن. آجایی پیگیری میکردم ببینم که واقعا صادرات نفت ایران به کجا رسیده. آخرین گزارش این نهادیست، نهاد بین‌المللی که رصد میکنه نفت کش ها رو. خب به نظر میرسه جمهوری اسلامی 300 هزار بشکه نفت رو بارگیری میکنه، اما معلوم نیست که چه مقدارش رو میفروشه. الان مشکل فروشه، یعنی حدس گمان اینه که فروش هسته به نزدیک 100 هزار بشکه در روز. میخوام بیرم که اطلاعات شما چیست در این زمینه؟ عرض کنم که واقعش اینه که چند مؤسسه‌ای هستن که رصد میکنن کشتی ها رو و صادرات نفت رو و مؤسسات نفتی که به اصطلاح مبادلات بین‌المللی رو دقیق رصد میکنن. آمار دقیقی نیست، ولی سقفش همین، بگید سقفش همینه که جمهوری اسلامی میگه 300 هزار تا. چون الان تنها کشوری که داره تقلب میکنه چینه، مقدار خیلی کم، به خاطر اینکه بالاخره خود این پالایشگاه‌های چین هم معلومه چقدر جاهای دیگه میخرن و چقدر ظرفیت داره، معلومه خب چقدر خالی مونده دیگه. یا مثلا مقداری میخرن انبار میکنن چینی‌ها مثلا. ولی تمام صحبتی که من شنیدم از مؤسسات اینه که یه چیزی حدود 100-150 هزار بشکه تقلب نفتی میشه، تقلب نفتی میشه. حالا اضافه بکنید برای این که برای فروش همین بگیم مثلا بگیم 300 هزار بشکه، یعنی جمهوری اسلامی که 2700 بشکه 2 میلیون 700 هزار بشکه 2 میلیون 700 هزار میفروخته، الان 300 هزار تا، یعنی یک نهم داره میفروشه، یک نهم داره میفروشه، یعنی 8 نهمش همین رفته، یعنی 84.5% درآمد نفتیش همین رفته. اضافه بر اون هزینه های این صادرات هم بالاتر رفته، چون مسئله بیمه با کشتی خودش باشه هزار تا مسئله ایجاد میکنه، میبره به دلالان هم بعد بده، قیمت هم بعد پایین تر بده، چون بالاخره شما جنس دوزی و قاچاق دارید میفروشید دیگه. جنس قاچاق که کس نمیاد به قیمت بازار بخره که، پایین تر میده. یعنی در قایتش اون 300 هزار بشکه هم اگر راست بگن، که من فکر کنم اون 150 هزار بشکه‌ای که مؤسسات بین‌المللی میگن نزدیکتر به واقعه، 300 هزار بشکه هم باشه، پولی که دست اینا رو میگیره در مقایسه با گذشته حدود همون 150 هزار بشکه است اگر راست بگن. بنابراین واقعش اینه که بیش از 90% درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی تعطیل شده. بنابراین استراتژی دولت ترامپ مثل ساعت کار کرده در مورد تحریم ایران ها، چون اینا گفتن ما میرس بفهم. بله اینو بارها صحبت که مکانیزم تحریم هم این نیست که بالاخره آمریکا که نمیاد دم هر بانک و هر مؤسسه نفتی جهان یه مأمور بذاره که ببینه کی معامله میکنه. یه تهدید هر یه چما اون بالا، اونم تهدید خزانه داری که آقا اگر کسی معامله بکنه ما اینو مجازاتش میکنیم، یعنی دیگه با آمریکا نمیتونه معامله بکنه. همین خب خود مؤسسات، آخه کمپانی نفتی در جهان که دولتی نیستن که، حالا تا دولتی هم باشه کدوم دولتی دنبال دردسر میگرده که با آمریکا در بیفته. الان مؤسسه هالک، بانک هالک مال ترکیه که آقای ترامپ مجازات نمیکرد، هفته پیش رسما دولت آمریکا خواسته از خزانه داری بررسی کنه آثار تحریم مجازات بانک هالک، یعنی بانک دولتی ترکیه. خب کسی دنبال در این مکانیزم تحریم، یعنی این که کسی دنبال دردسر و مجازات آمریکا نمیگرده، معامله نمی کنن. به خاطر ببینید 70-80% تحریم ها بعد از برجام یا لغو شدن یا برداشته شدن، ولی در ایران هیچ کی نرفت سرمایه گذاری کنه، بسیاری هم معاملات انجام نمی شد، بانک ها معامله نمی کردن. این یه واقعیت، این مسئله تحریم که خامنه ای اومد 3 روز پیش گفت آقا امید نبندین که این شخص یعنی ترامپ بره یا یکی دیگه بیاد نمیدونم فلان، تحریم ها برداشته شدنی در
چشمنداز نیست. این یه واقعیته، یه واقعیته. حالا چی کار میخواد بکنه؟ مثلا یکی از راه‌های تقلب جمهوری اسلامی عراق بود. بخیر رو عراق حساب بادار حساب میکرد، قاچاق بکنه، جنس قاچاق بکنه با کمک عواملش و راه‌های مختلف. دنبال این بود که خط لوله گاز بکشه به سوریه، کلی برنامه ریخته بودن. خب شما ببینید اوضاع عراق رو، چشمنداز آینده رو. تو این چشمنداز جمهوری اسلامی میتونه استراتژی اقتصادی دور زدن تحریم‌ها رو دنبال بکنه. کاملا. یه موقعی وای دایی، خب جمهوری اسلامی خیلی مینازید به این فروشگاهی در عراق ایجاد شده بود برای فروش اجناسی که از ایران به عراق فرستاده میشدن، حالا چه اجناس تولیدی در خود ایران بود، چه اجناسی که از بیرون میخریدند و مارک ایرانی میزدن روش میفرستادن به عراق. و تمام اینها رو یا بستن، خود عراقی الان اجناس ایرانی رو به کل در سراسر عراق تحریم کرد. همونطور که شما فرمودید کاملا درسته، یعنی تمام منافذ داره بسته میشه. یه مورد دیگه، ما آیدایی دو دقیقه وقت داریم، باز شما در میان بگذارم. هزارها پیام رسته به کاخ سفید، هزارها پیام و ویدیو و نمیدونم عکس این هم به وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا. خیلی نشون میده که ایرانی ها الان اعتمادشون به غریبه ها، تکشون به غریبه ها بیشتر، یعنی اینها رو بیشتر محرم خودشون میدونن و جمهوری اسلامی رو یه موجود غریبه دیگه فرض میکنن و خطرناک در نامحرم. من که فکر کنم همیشه سالیان سال مردم ایران غریبه رو این جمهوری اسلامی میدونن. هیچ نزدیکی، قرابت با قاف، یعنی نزدیکی بین خودشون با جمهوری اسلامی نمیبینن. دشمن رو جمهوری اسلامی میدونن. دشمن ما همین جاست، دروغ میگن آمریکاست. همین آقای عبدی که این حرفا رو زده، همین آقای عبدی با اون حسین قاضیان که ایشون الان اینجا آمریکا هستن یا کانادا، اینا سال 1380-81 اون زمان که خاتمی بود یه نظرسنجی کردن، یعنی یه مؤسسه نظرسنجی زدن، فکر کنم اسم مؤسسه‌شون هم بود آینده، یه نظرسنجی کردن که به خاطر اون نظرسنجی رفتن زندان هر دوشون رفتن زندان، هم عبدی هم قاضیان. نظرسنجی کردن نظر مردم ایران راجع به آمریکا که اکثریت قاطع یه چیز بالایی گفته بودن که ما با آمریکا مسئله نداریم، ما هم خانه دوستی رابطه هستیم، با دولت آمریکا مسئله نداریم. ما حالا این نظرسنجی قلابی که منشر میکنن که 83% مردم ایران گفتن ما کاخ سفید دشمنیم، اینا که خب دروغه، دروغای سپاه و مواد. هم واقعش اینه که مردم ایران دشمن اصلی خودشون رو این حکومت میدونن و الان هم خوشبختانه میبینن که سیاست های آمریکا بهتر شده، اعتماد بیشتری میکنن. امید داشته باشید که سیاست ها ادامه پیدا کنه، که منم معتقدم که اصل کارش که فشار و قطع کردن شریان های اقتصادی این حکومت، درآمدها این حکومت، این حالا را ادامه پیدا خواهد کرد. آقا عزیز خیلی تشکر میکنم، خواهش میکنم از حضور شما، ممنونم. سارا جان، سارا ایرانی، خیلی سپاسگزارم. امیر شهرتی عزیز به خوبی برنامه رو هدایت کرد در یک روز تعطیلی. اجازه که پایان بخش برنامه یه کاری بخش کنم، خودم دلم هواش کرده بود و با صدای آقای معین، یکی از کارهای قدیمی منه، مال دوران ساعات اولیه انقلاب اسلامی. تشکر. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We
یلو پیج ملی، کاملترین یلو پیج ایرانی خارج از کشور. یلو پیج ملی، با استفاده از راهنمای یلو پیج ملی به راحتی می توانید شماره تلفن و آدرس مورد نیاز خود را بیابید. کاملترین یلو پیج آنلاین ایرانی خارج از کشور همراه با فهرست پزشکان و وکلای ایرانی. همچنین در برگیرنده اطلاعات گسترده مشاغل ایرانیان مقیم کشورهای اروپا و کانادا. یلو پیج ملی، یلو پیج متخصصین موفق ایرانی. تلفن 50 50 100، ایریا کد 818، سایت www.50500.com. در تلفن‌های دستی خود اپ 50 50 100 را به رایگان دانلود کنید. دکتر ایرج برنا، دندانپزشک شناخته شده جامعه ایرانی با سالها تجربه در ایران و آمریکا، پر کردن دندان با مواد همرنگ، روت کانال، باندینگ، وینیر، دست دندان‌های مصنوعی و کاشتن دندان ایمپلنت، تعمیر دندان‌های مصنوعی شکسته شده در همان روز مراجعه، قبول مدیکال و اکثر بیمه‌های دندانپزشکی، مشاوره اولیه رایگان. دکتر ایرج برنا در منطقه ولی، شهر رسیدا، در 6915 رسیدا بولوارد، سویت شماره 5، با پارکینگ رایگان. تلفن 818 708 7311. دورندگان فرد، دفتر مهاجرتی فانیکس گروپ، پاسپورت گواتمالا، پاسپورت دومینیکا، پاسپورت گرانادا، امکان سفر به صدها کشور و حتی کشورهای شامل حوزه شنگن بدون داشتن ویزا، امکان سفر و زندگی در امریکا برای سیتیزن های گرانادا. پاسپورت دوم معمولا اعتبار بهتری نسبت به پاسپورت کشور خودمان دارد و میتوان به وسیله پاسپورت دوم بسیاری از امور را به سهولت انجام داد. میتوان به وسیله دریافت پاسپورت دوم به بسیاری از کشورها بدون دریافت ویزا